چراغ‌های روشن سالن بزرگ هتل کوبرگ نشانه ای از سرگیری رفت و آمدها. این هتل امروز دوباره کانون مذاکراتی که نه تنها بر ایران و برنامه هسته‌ایش که بر صلح و امنیت جهان تأثیر خواهد داشت. آخرین دور مذاکراتی که ایران و شش قدرت جهانی 10 ماه پیش برای حل جامعه بحران هسته‌ای ایران شروع کردند. گفتگوهای امروز در محل سفارت ایران در وین بین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول 5+1 شروع شد. یک نهار کاری در شرایطی که به نظر می رسد هرچی به پایان مذاکرات نزدیکتر می شویم مواضع دو طرف هم سخت‌تر می شود. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگارها گفته که آمریکا می خواهد در این دور از مذاکرات همه راه‌های دسترسی ایران به مواد رادیواکتیو بسته بشه. موضعی سرسختانه در مقابل ایران، یعنی مسدود شدن همه راه‌های دسترسی به اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم، مواد لازم برای ساخت بمب اتمی. ایران میگوید اینها زیاده خواهی های آمریکا و قدرت های بزرگ است. فکر میکنم همونطور که از ابتدا هم گفتیم که در صورتی که طرف مقابل اراده سیاسی برای رسیدن به راه حل داشته باشه، پیشنهادهای متعددی برای اینکه اطمینان حاصل بشه از اینکه برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز وجود داره. اما پیچیدگی مباحث در این مذاکرات و پافشاری ایران و شش قدرت جهانی بر مواضعشان خیلی ها رو متقاعد کرده که امکان توافق بسیار کم است. به نظر من کاملا غیر ممکنه که بتونیم تا قبل از 24 نوامبر به یک توافق برسیم. اختلافات بین طرفین مذاکره به قدری عمیقه و جزئیات به قدری پیچیده است که حتی با داشتن بهترین نیت هم رسیدن به توافق تا قبل از ضرب العجل هفته آینده غیر ممکن به نظر میاد. چشم‌های دنیا امروز به اینجا دوخته شده. مذاکراتی که علارغم فاصله زیاد دو طرف از یکدیگر هنوز امکان دارد به توافق برسد.